جام و جان با دکتر محمد نواب. درود به همگی، با سپاس از رایان کیهان عزیز، ماکان جلالی گل، علی سروش خوب و سرکار خانم دکتر عباسی توفیق که شب و روزشون میذارن برای این برنامه ها و خود داریشان گل که این امکان رو ایجاد میکنن که ما با شما در تماس بشیم. امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشتید و هفته خوب دیگه در راه و ما طبق معمول خواهش میکنیم ازتون که به تن و روانتون مهربون باشید. یعنی چی؟ یعنی که عالی فکر کنید که در نتیجه بهترین متخصصا و پزشکا و پزشک عمومی و کمک کننده ها درمانگرا رو پیدا کنید، عالی بخورید، عالی بخوابید و عالی راه برید. اگه من از این 5 تا چیز مهمتری میدونستم وقت رو نمیگرفتم با اونها. اگر عالی فکر کنید بهترین پی سی پی پرایمری کیر فیزیشن پزشک خدمات اولیه رو پیدا میکنید، بعد از سر تا نوک پا بهترین متخصص اعصاب نورولوژی، چشم، دهان و دندان، قدرت، قلب، ریه، کلیه، گوارش، پوست، استخوان، مفاصل، همه چی. مهمه که لیست عالی از بهترین داشته باشین، نذارین لحظه آخر که مسئله پیش اومد بعد آی زنگ بزنین آ بهترین متخصص چی کدومه کیه کجاست. نه، باشون دوست بشین، آشنا بشین، پرونده پزشکی کامل داشته باشین، چون فشار زیاده، خودتون خوب میدونین فشار زیاده و ما نمیخوایم بیش از این تن و روانمون اذیت بشه، چون اگه ما اذیت بشیم سیستم پزشکیمون رو فشار وارد میکنیم. یادتونه همیشه گفتیم که همه گیری کرونا جای خود، ولی بدتر از اون پندمی که فروپاشی سیستم پزشکیه و میشه، همین الان شده، حتی پیش از کرونا پزشکای ما زیر فشار بیاندازه بودن. بنابراین وقت دکتر باقری دارم میگیرم، ولی عالی فکر کنیم که عالی بخوریم، را بریم و فعالیت بدنی داشته باشیم و بخوابیم، خوب بخوابیم، اینا خیلی حیاته، بقیه چیزا درجه دوه. خب حالا چرا هی من میگم عالی فکر کنیم، عالی فکر کنیم، و چرا هر هفته از دکتر باقری خواهش میکنیم حتما ما رو بگنجونن تو برنامه شلوغ و پر مشغلشون؟ برای اینکه من که سالهای علاقه دارم ببینم من کیم، چیم، ما کی هستیم، چی هستیم، و به همه چی توجه، و به اونجا رسیدم که روان مهمترین بخش ماست. تن یک کال بوده، یک جامه، اصل جانه در جام. خب برابری این ما میخواهیم که این روان ما که بخشای گوناگون گوناگون داره، یعنی ذهن داره، ضمیر داره، ذات داره و خیال داره، نمیدونم عقل داره، خرد داره، چه از برکت دکتر باقری من اونجا رسیدم که فکر رو بذارم در مرکز، یعنی ایموشن میاد، فیلینگ میاد و ما میخوام بعدن تصمیم بگیریم و عمل کنیم اینا، ولی در مرکز الان فکر رو گذاشتم، تفکر. و بهترین نوع تفکر چیه؟ تفکری که بر اساس کرایتریا و واقعیات باشه، کریتیکال ثینکینگ، تفکری که بر اساس تفکر. علت این میگم اینه که بر همینه که ما هی هر هفته در تلویزیون ها، رادیو ها، UCLA و غیره غیره از دکتر باقری میخواییم که برای ما صحبت بکنم. خب کیه دکتر باقری؟ ایشون یکی از پژوهشگرای حوزه تفکرن که درباره نحوه آموزش و سنجش تفکر نقادانه critical thinking پژوهش میکنم. ایشون دانش آموخته دانشگاه علوم و تحقیقات تهران هستن. رساله دکتر خودشون رو با عنوان جایگاه تفکر نقادانه در نظام آموزشی ایران با اراده یک مدل آموزشی برای تفکر به رشته تعریف آوردن. در این رساله دکتر باقری تعریفی کاربردی برای تفکر نقادانه پیشنهاد کردن که قابل گسترش به یک مدل آموزشیش. میشنوین چی میگم؟ تعریفی کاربردی برای تفکر نقادانه قابل گسترش به یک مدل آموزشیش. الان ما چیزی که لازم داریم در آینده همه جای دنیا مدل آموزشیش، چون دکتر خوشنویس دوست ما میگه مدل‌های آموزشیش ما، کوریکولوم ما مال 300 سال پیش انگلیس کلونیاله، کلونیال بریتیش برای ما کوریکولوم نوشته، دانشگاه‌های ما هنوز 300 سال عقب هست، تازه اون موقع ببینیم باشیم. دکتر باقری از سال 2010 به طور جدی مشغول کار آکادمیک بر روی موضوع تفکر نقادانه شده، چون رو یکی از جدیترین موضوعات مورد نیاز جامعه بشر به خصوص جامعه ایرانی میدونه. دکتر باقری در کنار فعالیت آموزش پژوهشی سعی و تلاش مجدانه رو به عمل میآورن تا عموم مردم رو با آموزه‌های تفکر نقادانه آشنا کنن، زیرا بر این باورن که
آموزه های تفکر نقادانه نباید مناسب محافل دانشگاهی باشد. باید عموم مردم در جوامع مختلف با روش های درست اندیشیدن، دیگه چجوری بگه زرتشت عزیز، پندار نیک اوله. همه که ما درست فکر کردیم باید گفتارمون هم نیک میشه، رفتارمون هم نیک میشه. همه باید آشنا بشیم با روش های درست اندیشیدن و در این زمینه باید آموزش ببینیم. در این راستا دکتر باقری با راه اندازی یک کانال یوتیوب درس گفتارهایی رو برای اهلمندان به تفکر به صورت سلسله‌وار ارائه میکنه. خب دکتر باقری در سالهای 2013 2015 2019 به بزرگترین کنفرانس بین‌المللی تفکر نقادانه و اصلاحات آموزشی که 40 سال از برگزاری اون در آمریکا میگذرد دعوت شدن و در این کنفرانس ها سخنرانی کردن. ایشان چندین مقاله هم در زمینه تفکر نقادانه در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ می‌رسد. همونطور که براتون گفتم هر ماه اول یکشنبه ماه دکتر باقری ساعت 10 برای ما صحبت میکنن در UCLA و اطلاعات زومشون رو میتونید در UCLA سلامت ببینید. اگه برید تو گوگل بزنید UCLA سلامت، بعد میبینید که ساعت 10 اولین یک شنبه ماه، ساعت 10 صبح اولین یک شنبه ماه UCLA سلامت دکتر باقری صحبت میکنن. دکتر باقری بازم تشکر که وقتتون رو به ما میدین و ببخشین که من این همه حرف زدم. خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین مخاطبان گرامی این برنامه و تشکر میکنم از دوستان تلویزیون آینه که زحمت این برنامه ها رو میکشن. در ادامه بحث هایی که در زمینه اصول درست اندیشیدن بر اساس آموزه های critical thinking یا تفکر نقادانه در خدمت شما هستم، امروز میخوام به یک موضوع جالب و البته بسیار اساسی و مهم اشاره کنم. بس امروز مقداری چالش برانگیز هم هست، ولی خب چالش همیشه چیز بدی نیست، گاهی میتونه کمک بکنه. موضوع سخن امروز اختصاص میدیم به بت‌های فکری فرانسیس بیکن، Idols of the Mind. من ابتدا مختصری درباره فرانسیس بیکن مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم و بعد میپردازیم به این بت‌های فکری. بیکن حدود 400 سال پیش زندگی میکرد، از برجسته ترین فیلسوفان انگلستان در دوره رنسانس به حساب میاد. در زمینه های مختلف از جمله فلسفه علم، سیاست، حقوق، مذهب و همچنین یادگیری و آموختن آثار ارزشمندی رو منتشر کرد و اون جمله معروف Knowledge is power از اوست. او یکی از بنیانگذاران انقلاب علمی در جهانه، انقلابی که به پایان سلطه کلیسا بر تفکر و اندیشه ورزی معروف. در واقع بیکن را پدر تجربه گرایی میدونه. بیکن بر این باور بود که علم و قوانین علمی بر انسان و جهان تسلط دارد. توجه بفرمایید، علم و قوانین علمی بر انسان و جهان تسلط داره و بر طبیعت نمیتوان مسلط شد مگر اینکه ما این قوانین رو بشناسیم و نسبت بهشون آگاهی پیدا کنیم. برای ما که به موضوع تفکر در انسان علاقه‌مندیم، نظریات بیکن جایگاه ویژه‌ای داره. او بیش از 4 قرن پیش بر این موضوع تاکید کرد که ذهن برای ادراک جهان گرفتاری‌هایی داره و این گرفتاری‌ها رو با عنوان بت‌های ذهن مطرح کرد. البته منظور او از کلمه بت معنای رایجش نبود و او در واقع می‌خواست به این مسئله اشاره بکنه که چه گرفتاری‌هایی و چه نارسایی‌هایی در واقع در تفکر و اندیشه ما انسان‌ها می‌تونه وجود داشته باشه. بنابراین اون معنای رایج بت که مثلا به عنوان خدایان ساختگی و دروغین باشه مد نظر او نبود. منظور بیکن مشخصا محدودیت ها و آسیب هایی بود که ذهن رو از درست اندیشیدن باز می‌داره. او به اینها میگه بت های فکری یا Idols of the Mind. همون چیزی که ما در Critical Thinking با عنوان موانع درست اندیشیدن مورد بحث قرار میدیم. اصل مهمی که هم بیکن به اون اشاره میکنه و هم تفکر مدرن بر اون تاکید داره این هستش که ذهن برای درست فکر کردن موانعی داره، محدودیت هایی داره و این محدودیت ها مانع از درست فکر کردن ما میشه.
بیکن شرط لازم درست اندیشیدن و شناخت جهان در این میدونه که ذهن رو از این نارسایی ها و گرفتاری ها نجات بدیم. نکته بسیار جالبی که درباره بیکن وجود داره اینه که نگاه نقادانه به زمان خودش داشت و سعی میکرد نو اندیشی کنه. او از اینکه میدید بحث‌های علمی و فلسفی بیشتر شبیه قیل و قال شده و اندیشه این نوع متولد نمیشه و همه به ظاهر دانشمندان و فیلسوفان درگیر آرا و نظریات گذشتگان خود شده اند و نوع اندیشی نوع آوری وجود نداره، اینها مسائلی بود که بیکن رو ناراحت و دلگیر میکرد. بیکن منطق ارسطویی که تا آن زمان همه درباره او فقط صحبت میکردن و هیچکس نوع اندیشی نمیکرد، اومد منطق ارسطویی رو نارسا دونست و در بعضی زمینه ها گفت اصلا غیر سازنده است و خودش طرحی نو در انداخت که پایه روش علمی در جهان شد. آنچه که شما امروز با عنوان متد علمی میشناسید که بر پایه مشاهده، آزمایش، فرضیه و غیره است، بر اساس روشیه که فرانسیس بیکن پایه‌گذاری کرد. از آنجا که وقت برنامه بیشتر اجازه نمیده، من نمیتونم متاسفانه بیشتر درباره بیکن براتون بگم و در اینجا میرم سراغ موضوع اصلی بحثم که بت‌های فکری هست یا ایدلز آف دی مایند. بیکن چهار بت فکری رو که موانع درست فکر کردن در انسان هست رو برشمرد. اولین اونها بت‌های قبیله هست یا ایدلز آف دی ترایب. خطاهایی که از انسان در تفکر سر میزنه به خاطر اینکه انسانه و دوست داره همه چیز رو بر اساس ادراک و شناخت خودش تفسیر کنه. این که درک انسان مبنای تشخیص و فهمش قرار میگیره، این که مبنای اندازه‌گیری ما فهم و برداشت ما هست، این خودش یکی از مشکلات تفکره. ببینید وقتی شما میخواین چیزی رو اندازه‌گیری کنید، مثلا میخواین وزن چیزی رو ببینید چقدره، اولین کاری که میکنید باید اطمینان حاصل کنید که ابزاری که برای اندازه‌گیری استفاده می‌کنید دقیق میشه. پس وسیله اندازه‌گیری خیلی مهمه. خب حالا وسیله اندازه‌گیری ما، وسیله شناخت ما از جهان خارج چیه؟ ذهن ماست. و اینجا هست که بیکن اشاره می‌کنه که این ذهن لزوماً آماده اندازه‌گیری و سنجش نیست. موانعی اون رو اذیت می‌کنه. در گذشته در دنیای فلسفه بیشتر بحث‌ها آنتولوژیک بود، یعنی وجود شناسانه، هستی شناسانه، و بعداً به خصوص با اندیشه‌هایی که کانت مطرح کرد بحث‌ها بیشتر اپیستمولوژیک شد، یعنی گفتن بیاین ببینیم که اصلا ما چقدر میتونیم دنیا رو بشناسیم، یعنی معرفت شناسانه شد و این سوال مهم مطرح شد که ما چقدر توان شناخت و معرفت داریم. هر کس که میخواد به مسئله تفکر به صورت جدی نگاه بکنه باید این سوال رو اول از خودش بپرسه که چقدر ذهن من آمادگی شناخت جهان خارج رو داره. بت‌های قبیله یعنی آن خطاهای فکری که انسان به خاطر انسان بودن مرتکب میشه و در همه جوامع انسانی دیده میشه. ربطی به نژاد، قوم، ملیت اینها اصلا نداره. در نهاد قبیله انسانه. اینجا وقتی کلمه قبیله رو استفاده میکنه، اگر به نژادها و ملیتها و اینها فکر بکنید دوچار یک اشتباه میشید. اون منظورش قبیله انسان در مقابل سایر جانداره. این که درک و شناخت اولیه ما به جای این که چراغ راه میشه میاد و یک آینه کدر میشه با به شکل اون به اون شکل بازتاب میده، این مسئله مهمیه که باید مورد توجه قرار بدیم. در کریتیکال ثینکینگ ما این موانع رو به صورت سوگیری ها، خود برتربینی، ما برتربینی و دستبندی کردیم و بحثیم. هر انسان در هر گوشه از دنیا که باشه این اشکالات رو داره و باید با پرورش صحیح تفکر خودش از این موانع خودش رو خلاص کنه. پس مانع اول Idols of the Tribe. دومین مانعی که فرانسیس بیکن برمیشونه و اون رو بت غار میمونه یا Idols of the Cave، برخلاف بت قبیله که مربوط به خطاهای ذهنی انسان به ماهو و انسان هست،
بت‌های غار خطاهای فکری فردی است که در جوامع مختلف میتونه گوناگون باشه. در اینجا ذهن انسان گرفتار غار تجارب محیطی خودشه. ذهن انسان به وسیله اشخاصی که باهاشون سر و کار داره، کتابایی که میخونه، برنامه‌هایی که میبینه، در واقع پرورش پیدا میکنه. همان شعر معروف حافظ که میگه چنان که پرورشم میدهند میرویند. همونطور که ما رو پرورش میدن ما میرویم. پس ممکنه ذهن انسان به واسطه نوع تعلیم و تربیتی که دریافت میکنه در حصار بت غار قرار بگیره. در اینجا باید به این مسئله توجه کنیم. هر کسی متناسب با تجارب محیطی خودش جهان و زیستن رو میفهمه. پس اولین مانعی بود که در نژاد انسان بود. دومین مانع میشه مانعی که مربوط به این هست که ما چه نوع تعلیم و تربیتی دریافت میکنیم، در چه محیطی پرورش پیدا میکنیم. پس این بت فرق میکنه که ما در چه محیطی باشیم، ولی بت اول هیچ فرقی نمیکرد که شما در ژاپن به دنیا بیاین، در ایران یا سوئد، هر جا که باشید اون بت قبیله که مربوط به نژاد انسان هست، مربوط به گونه بشر هست، مانع درست فکر کردن ما میشه. ولی بت های نوع دوم که بیکن اونها رو بت غار نامید، مربوط به این میشه که ما اهل کجاییم و چه نوع تعلیم تربیتی پیدا کرد. سومین بتی که فرانسیس بیکن مد نظر داشت Idols of the Marketplace بود، بهش میگیم بت های بازاری. بیکن میگه از جمله گرفتاری های ذهن بشر زبانی است که به طور معمول استفاده میشه. سخنان و حرفهایی که در کوچه و بازار و مهمانی ها امروزه حالا در رسانه ها گفته میشه، اینها مملو از واژگان مبهمه. وقتی واژه ها معنای اصیل خودشون رو در تعاملات بین انسان ها در کوچه و بازار از دست میدن، ذهن دچار کج‌فهمی میشه. وقتی مفاهیم ذهنی یه شخص به جای اینکه معانی صحیح رو در نظر بگیره، این مفاهیم کوچه و بازاری میاد و سد راه فهم و درک انسان میشه. مطالعات نشون میده که هرچند من و شما از کلمات یکسان در زبان فارسی مثلا استفاده میکنیم، ولی معنای این واژگان در ذهن ما یکسان نیست. مثلا معنای آزادی، معنای عقل، معنای عشق. شما مطالعات نشون داده که پشت این کلماتی که ما به صورت یکسان در زبان فارسی استفاده میکنیم، معانی متعددی، معانی متفاوتی نشسته. در دوره های آموزش تفکر، بخشی از آموزش هایی که ما به افراد میدیم به این بخش اختصاص پیدا میکنه که شرح بیشترش در اینجا میسر نیست و وقت برنامه اجازه میده. آنچه که مد نظر بیکنه اینه که با مفاهیم کوچه و بازاری نمیتوان معانی عمیق رو درک کرد. سقراط بزرگ هم به این مسئله توجه خاصی داشت. وقتی او با پرسشگری و بدون اینکه مطلبی رو توضیح بده، سعی میکرد به افراد نشون بده مفاهیمی چون عدالت، زیبایی و نظایر اینها به شکلی مبهم در ذهن اشخاص جای خوش کردند و مردم از اینها استفاده می‌کنند. چهارمین مورد در Idols of the Mind که آخریش هست، Idols of the Theater گفته. بت‌های تئاتر. بیکن تمسک به افکار کهنه در کتاب‌های قدیمی، حالا چه کتب مذهبی باشه و چه کتب فلسفی، رو مانع فهم درست می‌دونه. میگه ذهن نباید در بند و گرفتار عقاید کهنه بمونه و باید نواندیشید. بیکن منطق قیاسی ارسطو رو که همه بهش چسبیده بودن، ازش صحبت می‌کردن، مد شده بود، اونو ناکافی دانست. با نوع اندیشی در کنار تعمیم کل به جزء که روش ارسطویی بود، دیداکشن، آمد و اینداکشن رو معرفی کرد که حرکت از جزء به کل بود. در فارسی به اینداکشن استقرا میگن و به دیداکشن قیاس. روش بیکن مبنای مطالعات علمی قرار و امروزه از این روش، همونطور که در ابتدای سخنم خدمتتون گفتم، در پژوهش‌های علمی بهره می‌گیریم. بیکن طرحی نو دارند با این مطلبی که بیان کرد. به نظر من بت چهارم برای ما ایرانی‌ها باید
بیشتر مورد توجه و دقت قرار بگیره. من فکر میکنم ما ایرانی ها بیش از حد در گذشته زندگی میکنیم. بیشتر ما کهنه اندیش هستیم. منظورم از کهنه اندیشی ایرانیان چیه؟ این که تاریخ ما، بله ما ایرانی ها تاریخ با عظمتی داشتیم، شخصیت های بزرگی داریم که بهشون افتخار میکنیم، مانند فردوسی، خیام، ابن سینا، ملا صفا، مولانا، حافظ، سعدی و دیگر، بهشون مباهات میکنیم، افتخار میکنیم، همه اینها درست. من خودم از ارادتمندان این بزرگان هستم. اما مسئله اینه که حالا داریم چیکار میکنیم؟ الان کجای دنیا ایستادیم؟ این که این شخصیت ها همه در زمان خود از بزرگان و اندیشمندان عصر و زمانه خود بودن درست، اما ما باید توجه داشته باشیم اگر بوعلی سینا امروز در قید حیات بود، مطابق به علم، با علم امروز صحبت میکرد و بسیاری از حرفایی که در کتاب هاش زده رو نمیگفت. آیا مولانا اگر امروز زنده بود همین اشعار رو میسرود؟ مطمئنا نه. جالبه علت این که بت چهارم بت تئاتر نامید یا بت تماشاخانه نهاد، این بود که میخواد بگه اندیشه های قدیمی جهان رو به شکل یک تئاتر خیالی در ذهن ما به تصویر میکشن. خیلی تعبیر قشنگیه و ما نظارگر چیزی میشیم که با واقعیت بیرون هیچ نسبتی نداره. علت این که من این بحث رو خدمت شما مطرح کردم این بود که توجه ها رو به این مسئله جلب کنم که ما دوچار نوعی انسداد اندیشه شدیم. درصد بسیاری از ما که گرفتار زندگی روزمره هستیم، مثلا کاری به کتاب نداریم، اونها هم که اهل کتاب و مطالعه و پژوهش هستن، گرفتار اندیشه های 7 قرن، 8 قرن، 10 قرن پیش شدن. گروهی تئاتر شاهنامه رو به نظر نشستن، گروهی با مدد از مثنوی معنوی ازش استفاده میکنن، مثل منجنیق خودشون رو پرت میکنن به 700 سال پیش و در خیالات گذشته سلمی. حرف من اینه که کجاست فردوسی زمانه ما؟ کجاست عطار زمانه ما؟ آنچه ما داریم گروهی هستن که این مطالب رو برای ما دائما دارن شرح میدن و ما نوعشی نمیم. این مطلبی بود که از فرانسیس بیکن گفتم که مورد توجه قرار بگیره. البته نه اینکه ما افکار قدیمی رو کنار بذاریم. خود من امروز بحثی رو مطرح کردم از کسی که 400 سال پیش زندگی میکرده، ولی خواستم از افکار او نتیجه‌ای بگیرم که به درد دنیای امروز ما بخوره. وقت برنامه بیشتر اجازه نمیده، من بیشتر از این مزاحم شما نمیشم. تا دیدار دیگر بدرود. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، واقعا لذت بردم و منتظر گفتارهای جمعه های آیندهتون هستیم. خوش و سلامت باشید. دوستان مواظب خودتون باشین، نیمه دوم رو ادامه خواهیم داد. شما بیننده آینه هستید. خب دوستان، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. در بخش اول از آقای دکتر باقری شنیدیم در مورد دیدهای فرانسیس بیکن و سایرین راجع به آیدل ها گفتن و من ازشون خواهش کردم که اینقدر این بحث جالبه ادامه بدیم و به طور کلی دوستان تازه رو، اونایی که برنامه قبلشون رو نشنیدن، آشنا کنیم با این سری تفکرات و تجزیه تحلیل ها و گفتارهایی که آقای دکتر داشتن. اگه دوست داشته باشین دکتر برامون بگین که صحبت هایی که کردین، اگه دوست دارین خلاصه وارد کنین، خلاصه ای بگید و بعد بیاین اگه دوست دارین بریم توی دیتیل و جنبه های گوناگونی که نرسیدید. به قول شما واقعا اینا هر کدومش ساعت ها و ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، الان هزاران سال همه دارن راجبش حرف میزنند و خواهند زد هزاران سال. واقعا جالبیش همینه، اینه که لطف کنین بیشتر ما رو روشن کنید. بله، بحث امروز همون یه بحث خیلی جالب بود و متاسفانه در قسمت اول با توجه به محدودیت وقت برنامه گاهی امکان این پیدا نمیشه که من مطلب رو اونطور که باید و شاید خدمت عزیزان توضیح بدم و سعی میکنم که
برحال بحث رو بگونی مطرح بکنم که در محدودیتی وقتی که داریم در اون بگنجه. بحثی که در مورد فرانسیس بیکن مطرح کردم از این جنبه مهم بود که هرچند بیکن 400 سال پیش این حرف ها رو زده، اما بسیار برای جامعه امروز ایران کاربردی هستش و یک مختصری اشاره میکنم و قسمت پایانی صحبت من که مقدار کمتر بهش پرداختم و دوست داشتم بیشتر توضیح بدم رو در این فرصتی که الان به من دادید لطف کردید سعی میکنم اونو شرح بدم. فرانسیس بیکن 4 بُت فکری رو برشمرد، گفت اینها موانع درست فکر کردنن. منظورش از بُت اینجا خدای مثلا دروغین اینها نیست، اینها محدودیت های تفکر صحیح هستش که او اینها رو آیدلز نامیده. اولیش رو آیدلز آف ده ترایب گفت و گفتیم که خطاهایی بود که انسان به خاطر اینکه انسان هست ذهنی داره که اشتباه میکنه، یعنی ذهن ما واقعیت جهان خارج رو به شکل صحیحی به ما نشون نمیده و این یک مسئله خیلی مهمیه که ما در ادراکمون و در شناختمون مجبوریم ذهنی استفاده بکنیم که خیلی ابزار اندازه‌گیری دقیقی نیست و اینها این خطاها، خطاهای نوع اول، ریشه در اون بقای انسان داره. انسان میخواد خودش رو حفظ بکنه و یک گرفتار یک سری ویژگی‌های شخصیتی میشه مانند سوگیری ها، بایس ها، ریشه شون در همینجا کاگنیتیو بایس در همه انسان ها هست هر جای دنیا که باشن، یا ایگو سنتریزم، سوسیو سنتریزم، اینها که ما بهشون میگیم خود برتربینی، ما برتربینی. انسان در هر جای دنیا که باشه از این خطاهای فکری رنج میبره و باید با کریتیکال تینکینگ اینها رو در خودش اصلاح بکنه. ریشه خیلی از جنگ ها، خونریزی ها، کشتار ها همین مسئله هست، همین مسئله ای که انسان خودش رو در وهله اول خودش رو چون به صورت قانونی عمل میکنه و بعد در قانونی بزرگتر در دایره وسیعتر اطرافیان خودش رو بر دیگران ترجیح میده و این ریشه در خودخواهی انسان داره. درست مثل سنگی که شما داخل آب میاندازید که قانونی عمل میکنه و شروع میکنه امواجی رو به شکل دایره ای به اطراف میفرسته، به همین شکل انسان خودخواهی داره. اول خودخواهی نسبت به خودش، بعد خانوادهش، بعد میاد در سطح وسیعتری شهرش، بعد میاد در کشور خودش، بعد حالا مقولات دیگری مانند این که کسانی که همکیش و آیین اون هستن رو بر دیگران ترجیح میده. اینها مسائلی هست که گرفتاری های زیادی رو برای انسان ها همین امروز داره ایجاد میکنه. برای همین من بحث فرانسیس بیکن رو مطرح کردم. بُت دوم بُت غار بود، Idols of the Cave. اینها بت‌هایی هست که وقتی که ما گرفتار گفتم غار تجارب و محیطی خود میشیم به واسطه این که در این جامعه پرورش پیدا کردیم، از این خانواده هستیم، از این سیستم تعلیم و تربیت استفاده کردن برای ما در مدرسه و هر چیز دیگری، هر چیزی که از محیط به ما داده میشه، اینها میاد در مقوله دوم قرار میگیره. مقوله سوم رو Idols of the Marketplace گفتم. گرفتاری های زبان خیلی خیلی مهمه. زبان درسته خیلی ابزار مؤثری هست برای ارتباط ما با هم دیگه، ولی مملو از واژگان مبهمه و انسان ها دارن با علی‌الظاهر دارن با یک زبان مشترک با هم صحبت میکنن ولی واژگانی که به کار میبرن مبهمه. یعنی چی مبهمه؟ یعنی اینکه پشت این واژگان مفاهیمی هست، معانی هست که بین افراد مشترک نیست. این لیبلش یکیه، همه دارن ظاهرا میگن آزادی ولی معلوم نیست که مفهوم آزادی در ذهن من که میگم آزادی با ذهن دیگری یکی باشه و اینجا هست که ذهن دچار کج فهمی میشه و مصیبت‌های خیلی زیادی رو ما از این بابت هر روز شاهدش هستیم، هم در سطح زندگی روزمره که شما مثلا در یک رستوران ممکنه یا جایی میرین کافی سفارش بدین میبینید که بین شما و اون کسی که سفارش شما رو میگیره یک میساندرستندینگ صورت میگیره و منظور شما رو درست متوجه نمیشه و سفارش شما رو اشتباه میاره. هم در سطح خیلی وسیع تری، من قبلا در بحثان گفتم مثلا دوستانی که
در عرصه سیاست فعال بودن در قبل از انقلاب، اینها بعداً اومدن گفتن که ما مفاهیمی رو که مثلا استفاده میشد رو متوجه نبودیم، که وقتی که مثلا رهبر انقلاب میگه مثلا آزادی، مفهومش از آزادی چی هسته، و ما فکر میکردیم که به آزادی که مورد نظر ما هست او هم به همین آزادی توجه داره و همین گونه این رو مفهوم سازی کرد. بحث ما اینه که در کریتیکال تینکینگ خیلی رو این کار میکنه، در دوره های آموزشی که برای تفکر داریم بخش زیادی رو من اختصاص میدم به آموزش این قسم، که افراد پی ببرن که مفاهیمی که پشت این واژگان زبان قرار داره اینها چگونه مفهوم سازی شدن و چقدر در بین افراد اینها با هم فرق داره. خیلی مسئله مهمی. قسمت چهارمش برای من شخصا از اون ستا مهمتر که Idols of the Theater هست. میخواستم اینو بیشتر توضیح بدم در قسمت اول برنامه، متاسفانه وقت اجازه نداد. بیکن میگه که اینقدر به افکار کهنه و قدیمی تمسک پیدا نکنید، راه حل ها رو در کتاب های قدیمی جستجو نکنید، برید نواندیشی کنید. آخه خودش اومد نواندیشی کرد. همه یا فلاسفه اون زمان درگیر بهبه و چهچه گفتن برای ارسطو بودن و منطق قیاسی که داده بود، و بیکن گفت اتفاقا این خیلی نارسا هست و اومد سیستم جدیدی رو پایه‌گذاری کرد برای استدلال که معروف شد به اینداکشن یا استقرا، که از دل این عقیده روش علمی، مطالعات علمی، آنچه که شما امروز به شکل پژوهش‌های علمی می‌بینید که مبتنی بر مشاهده و آزمایش و فلان هست، این پایه‌گذارش فرانسیس بیکن بوده. و چرا تونست این کار رو بکنه؟ به خاطر اینکه درگیر کهنه اندیشی نشد. اشکالی که من در میان عزیزانمون، در کسانی که مباحث ایران رو دنبال میکنن میبینم این روزها، این هست که ما خیلی گرفتار افکار قدیمی شدیم. ما خیلی، درسته من خیلی اهمیت قائل هستم، احترام قائلم به شخصیت‌های در واقع بزرگی که در تاریخ داشتیم، به اونها باید افتخار کنیم، مباهات کنیم، سر جاش این احترام هست. ما فردوسی داریم، خیام داریم، بوعلی سینا داریم، در هر جایی که میریم ما به عنوان یک ایرانی به خودمون میبالیم که ملا صدرا داریم، مولانا داریم، حافظ، سعدی و غیره. ولی افتخار کردن به این بزرگان و این شخصیت‌های تاریخی یک مسئله هست. این که ما در گذشته دچار کهنه اندیشی بشیم و از 700 سال 800 سال پیش دیگه فاصله نگیریم و همش فکر کنیم راه حل ها رو اینها به ما دادن، این اشتباه. مثلا من در شبکه‌های اجتماعی همین چند روز قبل دیدم که خانمی میگفتش که در اروپا کتاب‌های بوعلی سینا رو دارن تدریس. من نمیدونم اینا این حرفا رو از کجا در میارن. علم پزشکی، جناب دکتر شما بهتر از من میدونید، شما لطفا شرح بدید که هر روز داره مطالب جدید میاد، روزانه چقدر مقاله چاپ میشه، کتاب‌های پزشکی هر چند سال یک بار به کلی کنار گذاشته میشه و تکست بوک‌های جدید استفاده میشه. این که ابو علی سینا چهره تابناکی بوده در زمان خودش، کتاب نوشته، فیلسوف بوده، پزشک بوده و انسان و شخصیت بزرگی بوده، بر کسی پوشیده نیست. ولی این که ما این تصور رو داشته باشیم که الان دارن نظریات ابن سینا رو به صورت تکست بوک تدریس میکنن، این یه مقدار اشکال. من به این مسئله و اینها رو هی در بین افراد گسترش میدن و ما رو هی، من مثلا میبینم افرادی با افکار مولانا از این مثنوی معنوی استفاده، مثل یک، من میگم مثل یک منجنیق، خودشون رو پرت میکنن به 700 سال پیش. ما باید این رو بدونیم که مولوی اگر امروز بود متناسب با شرایط جهان شعر میگفت و اندیشه هایی رو بیان میکرد. فلسفه‌ای که مولانا بیان میکنه آپدیت میشد، همون حرف ها رو نمیزد. بوعلی سینا اگر امروز بود متناسب با علم پزشکی مدرن صحبت میکرد. خودش اگر بود این حرف ها رو نمیزد. اون وقت ما مینشینیم به عنوان مثلا کسانی که علاقمند به این چهره های تاریخی هستیم، دائما داریم اینها رو هی شرح میدیم، هی شرح میدیم. ما اشخاصی داریم 40 سال دارن مولوی رو توضیح میدن، هنوز تموم نشون. چیزی که فرانسیس بیکن در Idols of the Theater مطرح میکنه، بوتهای چهارون که بوت تئاتر یا تماشاخانه نامیدیم، این هستش که ما
انگار که نشستیم در یک تماشاخانه، انگار نشستیم در یک سالن تئاتر و داریم اندیشه های قدیمی خودمون رو به شکل یک تئاتر خیالی میبینیم. در ذهن ما اینها به تصویر کشیده میشن و ما نظارگر چیزی هستیم که با واقعیت بیرون هیچ نسبت و سنخیتی نداره. من میگویم ضمن احترام به این شخصیت ها باید این مسئله رو مورد توجه قرار بدیم که اگه خود این شخصیت ها امروز بودند، هرگز این حرف ها رو نمی زدند و افکار جدیدی رو به ما عرضه می کردند. بیایید ملا صدرای زمان خودتون باشید، بیایید ابن سینای زمان خودتون باشید، اینقدر گرفتار اندیشه های قدیمی و کهنه نشید. من می بینم که مثلا بله، شاهنامه اثری بسیار جاویدانه، ما افتخار می کنیم به فردوسی و شاهنامه، ولی این که ما فکر کنیم راه حل ها در این کتاب ها هست و نو اندیشی نکنیم، من با این مسئله یه مقدار ایراد دارم و گاهی فکر میکنم کسانی که دارن این نظریات رو شرح میدن، 40 ساله دارن مثنوی رو توضیح میدن و هنوز تموم نشده، در ذهن من این نقش میبنده مانند یک فرفره دارن به دور خودشون میچرخن و حرکتی رو به جلو ندارن. من اون چیزی که میخواستم تاکید بکنم، ضمن احترام به این شخصیت های تاریخی، ما بیاییم و نو اندیشی کنیم، نظریه بدیم، خودمون قلم به دست بگیریم و مدل کنیم، راه حل پیشنهاد کنیم و اینقدر فکر نکنیم راه حل ها در کتاب های قدیمیه. تکریم بزرگان مسئله است بسیار مهم در جای خودش. من گلمند هستم از بعضی دوستان که میرن علوم تجربی در رشته های مختلف تحصیل میکنن، بعد میان مولوی رو زیر سوال میبرن. من اونها هم گلمند، از اونها هم گلمند هستم. چرا این کار رو میکنید با شخصیت های تاریخی خودتون؟ مولانا رو در ظرف تاریخی خودش باید ببینید، با اندیشه هایی که اون زمان بوده بسنجید. شخصیتی بسیار بزرگ برای ما. اینکه بیایم با علوم تجربی که خوندیم، یه مقدار با پوزیتیویسم آشنا شدیم، بخوایم مولانا رو زیر سوال ببریم، این هم درد دیگری است که باید بهش ما بپردازیم که متاسفانه گرفتاری هامون زیاد هست در این زمینه، که گروهی میان و مثلا فکر میکنن حالا اگه مولوی رو زیر سوال ببرن خودشون بزرگ میشن. اینها هم بخش دیگری از این گرفتاری ما هستن. ما به بزرگان خودمون توهین نمی کنیم، اونها رو گرامی میدانیم، اما من طرفدار نواندیشی هستم. من میگویم علت این که در این چند صد سال گذشته ایران دیگه از اون چهره های تابناک بی بهره شده، این هستش که ما نواندیشی نکردیم. ببینید ملا صدرا که اینقدر هی میرید راجبش حرف میزنید و کنفرانس میذارید و اندیشه هاشو توضیح میدید، ملا صدرا چیکار کرد غیر از اینکه نواندیشی کرد؟ مبحث تقلید رو زیر سوال برد، روحانیت اون زمان، مبلغان مذهبی اون زمان فشار آوردن به شاه که بیاد و این رو تبعیدش بکنه، فرستادنش به یک روستا، ولی ملا صدرا از عقیده خودش دست نکشید و نظریه خودش رو مطرح کرد. من طرفدار این هستم که ما به گونه ای عمل کنیم که دانشجویان ما، پژوهشگران ما امروزه بیان و نواندیشی کنن و اینقدر ما گرفتار این نشیم که بخواهیم راه حل‌ها رو در کتاب‌های قدیمی جستجو کنیم. یه گروه دیگه هم هستن، حالا که این فرصت دست داد به اون هم اشاره کنم، که این گروه هم تمام همت خودشون رو گذاشتن تا معنویت و عقلانیت رو به هم پیوند بزنن. اینها هم اگر یه مقدار بیشتر با خودشون فکر بکنن، شاید آب و روغن با هم قابل ترکیب نباشه. عزیزم به این مسائل توجه کنید، یه مقدار مباحث رو با هم خلط نکنید، قاطی نکنید، هر چیزی در جای خود نکوست. این مسئله خیلی مهمه و من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه پند گیر و خواه ملا. خیلی ممنون دکتر نواب گرامی که این فرصت رو دادید که من چیزی رو که میخواستم در ادامه بحثم بگم و روشن بکنم که منظورم دقیقا چی هست از این که از بت‌های فکری فرانسیس بیکن گفتم، منظورم این هست که نواندیشی کنم. من اصلا طرفدار این نیستم که ما شخصیت‌های بزرگ خودمون رو کنار بگذاریم. خود من امروز از شخصیتی صحبت کردم که 400 سال پیش زندگی می‌کرد، یا بارها از سقراط درباره این که چرا باید سقراط رو بشناسیم من بارها سخنرانی کردم و شما در جریانید. اصلا این که بخواهم
شخصیت های بزرگی که در تاریخ چهره های تابناک ما هستند اونها رو خدای نکرده زیر سوال ببرم اصلا مد نظر من نیست. آنچه که مد نظر من هست اینه که راه حل ها رو اونجا نجویید، اونها رو به عنوان مطالعات تاریخی انجام بدید. بله ما کسانی رو باید داشته باشیم که معرف مولوی، معرف ملا صدرا، معرف سهروردی و دیگران باشن. That's correct. ولی این که نو اندیشی نباشه و کسانی که یه گروه که خب سرگرم زندگیشون اصلا نه دنبال کتاب هستن، نه دنبال مطالعه هستن و نه این بحث ها رو اصلا دنبال، اینها که جای خود اکثریت. یه اقلیتی هم که علاقمندی به این مسائل دارن من میخوام اونا رو بیدارشون که اینقدر مثل فرفره دور خودتون نچرخین. 40 سال دارید مولوی رو توضیح میدید هنوز تموم نشده. اگه خودش امروز زنده میشد چی به شما میگفت؟ میگفت بابا برید برای خودتون فکر کنید. کریتیکال تینکینگ یعنی این، خودمون فکر کنیم و خودمون پیش بریم با بهره‌گیری از به هر حال پیشینیان و سنتی که برای ما به جا گذاشتن و اون خودش قابل تکریم. بکرم ما داریم وارد بحث‌های بسیار مهم و جالب و اساسی میشیم. یکی از چیزهایی که چند سال پیش دکتر به نظر من رسید این بود که در پزشکی تن ما از تشریح شروع میکنیم، آناتومی، بعد میریم به فیزیولوژی، علم الاعضا، بعد میریم به آسیب شناسی، پاتولوژی، بعد درمان، بعد پیگیری. در نگاه به روان، منتال ایریاز، ما از ته شروع میکنیم. یعنی خلاف رفتار چیه، آتیزم چیه، اسکیزوفرنیا چیه، چیه. چرا؟ چون که دشواره این که ما بگیم فکر چیه، عقل، خرد، جان، نفس، ضمیر، ذات، خداگاه، ناخداگاه، چیه. و برای همین من همیشه تبریک میگم به کسایی که این همه شجاعت به خرج میدن میان راجع به موضوع صحبت میکنن، چون بی‌اندازه پیچیده است و حتی از مسائل فیزیکی و جسمی هم خیلی پیچیده تره. چند شب پیش ما یه سخنرانی داشتیم که 2 گراند پرایز ناسا رو برده از 45,000 فارغ التحصیلای دانشگاه آریا میرو شریف، 50 اول رو انتخاب کردن، ایشون تاپ تاپه. خب اولین صحبتی که میکنم گفت شما یه برگو که برمیدارید، یه برگ گیاه، اگه دقت بکنید بی نهایت تو این مطلب هست، یه برگ. خب و میره به اون شعر سعدی که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کرده. خب وقتی یه برگ بی نهایته، 86 میلیارد نوران، چه خبره اونجا؟ و بازم برای هم میگم که واقعا ممنون که شما وارد این بحث به این پیچیدگی میشین. به قول اینجا یا can't wait to hear from you، منتظرم مشتاقانه از شما بشنوم. بریم تو این که چرا، یعنی تمام اینایی که گفتین عالی بود، به بهترین وجهی که من تا حالا شنیدم از بزرگان بسیار بهترین وجه گفتین شما. یعنی من سال هاست میخوام اینا رو بگم و نمیتونم و گاهی جلو خودم میگیرم که مردم رو بیشتر گیج نکنم. بهترین وجه گفتین، بیشتر از این تعریف نمیکنم تو چشمتون، خودتون میدونید. ولی بریم دنبال این که چرا. الان هم اگه وقت داشتین خواهش میکردیم که بیشتر برام سوال، ولی دیگه وقت تموم شده و برین موضوع خودتون باشین. بازم سپاسگزارم، ممنون از رایان کیهان. مرسی دکتر جان. رایان کیهان، ماکان جلالی، خانم دکتر عباس توفیق، خود دارشان گل، امیر مدنی و علی سروش ما که امکان رو با امیدن در خدمت شما باشین. موضوع خودتون باشین، با تن و روانتون مهربون باشین، وگرنه سیستم پزشکیمون فروپاشی میکنه، اون وقت مسئله داریم. قربون شما. جان با دکتر محمد نواب.